دندان‌های نیشه نهفته که شما اشاره کردید، آیا اینها امکان اینو دارن که به وسیله اورتودونسی در جایگاه خودشون آورده بشن؟ ببینید، دندون نیش آخرین دندونی است که رویش پیدا میکنه در فکین، معمولا 11-12، یعنی در واقع در 12 سالگی است که در واقع دندون‌های شیری کامل میافتند و دندون‌های دائم جای اونها در میاد. خب دندون نیش تقریبا آخرین دندونی است که به خصوص تو فک بالا که میخواد در بیاد. قبلی‌ها جا رو گرفتن، به خصوص در مورد بیماری که دندون‌هاش خیلی بزرگه، فکش کوچیکه، مثلا فک کوچیک از مادر گرفته، دندون‌های بزرگ از پدر گرفته، دندون‌های قبلی همه اومدن فضاها رو اشغال کردن، نیش جا نداره. چی میشه؟ نهفته میشه. یعنی چی؟ وقتی که از بیمار عکس میگیریم رادیوگرافی، میبینیم که نیشش در این ناحیه زیر بینی، گاهی وقتا خیلی بالاتر زیر چشم قرار داره. خب حالا چه بکنیم برای این بیماران؟ ما میتونیم اون نیش نهفته رو بیاریم در این قوس قرارش بدیم. به ترفندهایی که ما داریم میتونیم فک بالا رو باز کنیم، بزرگش بکنیم، با روش های ارتودنسی فک رو باز که بکنیم، بزرگ بکنیم، با ما جا میده. بعد اون دندون نیشی که در اون ناحیه قرار گرفته میاریمش در داخل قوس قرارش میدیم. حالا چجور اون نیش رو میاریم؟ برای بیمار سیم ارتودنسی رو میبندیم، سیم رو به گونه ای میگذاریم که فک بالا باز بشد، گسترده بشود و کم کم فضا رو در اون ناحیه نیش ایجاد میکنیم. بعد دندونی که در واقع زیر بینی قرار گرفته، دندان رو نزد متخصص جراح فک و صورت میفرستیم، لثه رو میزنه کنار، دندان رو میبینیم و بعد یواش یواش با کش اون دندان رو میگیریم و در اون قوس میگذاریم. این خیلی خدمت شما بگم که ما میتونیم دندان‌های نهفته رو در فک جا بدیم. آیا این به شرطی که این دندان نیش در پوزیشن ایستاده قرار گرفته باشه، یا اگه مثلا افقی هم قرار گرفته باشه؟ اینی که دیگه نمیشه. ببینید دندون‌هایی که عمود قرار داشته باشن خیلی راحت میشه اونها رو آوردشون قدشتشون سمت پایین. اونایی که مایل هم هستن میشه، ولی اونایی که افقی هستن به هیچ وجه نمیشه. کار سختی است، اصلا درست هم نیست، باعث لقی دندون‌های مجاور میشه، اونها رو اون موقع بیمار رو میگیم برای کشیدن. پس اینطور نباشد که ما هر دندون نهفته‌ای رو دیدیم بگیم اول بریم بکش. نه، ممکنه دندانه نهفته‌ای باشه که به صورت عمودی باشه یا یکم شیبدار باشه، به صورت مایل باشه، ما اونا رو میتونیم در داخل قوس جای بدیم، فک رو باز کنیم، بزرگ بکنیم، فضا داشته باشیم، اون دندانه نیش نهفته رو در اون ناحیه قرار بدیم. میتونه هر بیمار هر چهار تا نیشش نهفته باشه، میتونه فقط نیشه بالا نهفته باشه، میتونه فقط یک دندانه نیشش نهفته باشه، میتونه دندانه دیگه هم نهفته بشن، مثلا 4-5 ترتیب رویش دندونا به هم بریزه و دندونهای دیگه هم نهفته باشن. و کلا برای هر دندون نهفته هم ما میتونیم فضا باز بکنیم، با سیم ارتودنسی و کش اون دندون رو در اون فضا قرارش بدیم. بله آقای دکتر، راجبه